چرا جمهوری اسلامی کماکان به اعترافگیری ادامه می‌دهد و چرا در میان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی اعترافدهی دیگر تابو نیست؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. در تاریخ اعترافگیری گسترده سیاسی از طریق شکنجه در دولت‌های مدرن سه نام آشنا وجود دارد: اتحاد شوروی دهه 30 و 40 سده گذشته، کامبوج تحت سلطه خمرها و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون. آخرین دور اعترافاتی که در اذهان ایرانی‌ها مانده با چهره‌های پژمرده بعضی از متهمان شاخص در دادگاه تداعی می‌شود. اینکه چه چیز باعث می‌شود یک نظام سیاسی اعترافگیری پیشه کند، پرسشی کم و بیش فرسوده است. اما اینکه چرا یک نظام در طول حیات خود به این اعترافگیری‌ها ادامه می‌دهد، قابل درنگ است. در اتحاد شوروی این رسم با تصفیه حزب حاکم توسط استالین برافتاد و در بخش اعظم حیات شوروی دیگر خبری از اعتراف اجباری نبود. خمرهای سرخ در کامبوج هم عمر چندانی نکردند که نشان دهند از اعترافگیری دست می‌کشند یا نه. تنها جمهوری اسلامی ایران است که بر ادامه این رسم پافشاری می‌کند. چرا؟ آیا همین پافشاری است که باعث شده در اون سوی این کشمکش بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی اعتراف دهی را جدی نگیرند و اون را نمایشی بی رمق بپندارند؟ و آیا همین باعث شده قبح اعترافگیری از بین برود؟ این سوال ها را با مهمان های این هفته در میان میگذاریم. در پنل اول مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و مستندساز. آقای بهاری خودش قربانی این اعتراف های اجباری بوده و در حال حاضر در حال تهیه برنامه مستندی در این مورد، و ایرج مستاقی نویسنده و فعال حقوق بشر. آقای مستاقی خاطرات خودش از زندان‌های جمهوری اسلامی و رسم اعترافگیری رو به تفصیل در کتابش بیان کرده، و در پنل دو مخاطبانشون تارا آقداشلو و بهمن مرادیان پی، هر دو روزنامه‌نگار. خیلی خوش آمدید. آقای بهاری، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی کماکان داره ادامه میده به اعتراف گیری از نه فقط فعالان سیاسی، از هر کسی که فکر کنه اعترافش میتونه به نمایش در بیاد و نشون داده بشه؟ برای مقدمه من باید روی صحبتی که شما در مقدمتون گفتی تاکید بکنم که جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران تنها حکومتیه در تاریخ مدرن و تاریخ، حالا ما اگر دوران انکیزیسیون کلیسای کاتولیک رو بذاریم کنار، حکومتیه که بر اعترافگیری اجباری اصرار داره و اعترافگیری اجباری رو به عنوان یک سنت در آورده هستن در کشور. مثلا در چکسلواکی در اوایل دهه 1950، در دورانی که دیگه اوج استالینیسم بود در چکسلواکی، حتی یک سری رو آوردن و اعتراف گیری میکردن که توی فیلم اعتراف کوستا گاوراس هم که بارها توی اتفاقا تلویزیون جمهوری اسلامی بله پخش میشد، اونو ثبت کردن. اما 18 سال بعد که قوای شوروی به چکسلواکی حمله کردند و یک کودتای در حقیقت در چکسلواکی اتفاق افتاد، سران حزب کمونیست چکسلواکی دور هم جمع شدن و گفتن که ما اعترافگیری اجباری رو دوباره انجام بدیم و این دفعه تو تلویزیون نشون بدیم، چون دفعه قبل توی سینما نشون داده بودن اون اعترافگیری ها رو نشون بدیم، و گفتن که نه، این دیگه در حقیقت این حنا دیگه رنگی نداره و نمیتونیم اصلا تأثیر بذاریم روی مردم. بله، تصمیم ادامه ندن توی چکسلواکی به این صورت بود. در جمهوری اسلامی ایران به نظر من اعترافگیری سه دلیل داشت که اتفاق افتاد. یکی این که این سنتیه که در ایران به هر حال سنت استبدادی ما داشتیم که مردم رو به مخالفانمون رو در حقیقت به غلط کردن بندازیم و کوچک بخوایم بکنیم، به فلک ببندیم. در دوران قاجار بود همچین حالتی و
قبلش هم حتما بوده و توی مثلا ما تاریخ حتی هخامنشی هم که میخونیم ببینید به یک نوعی کوچیک کردن مخالفین و در حقیقت بزرگ نشون دادن قدرت دولت، این خیلی در سنت ما هستش. یک مسئله دیگه ای که در جمهوری اسلامی پیش اومد این بودش که حکومت جمهوری اسلامی ایران میخواستن که تاریخ رو در حقیقت عوض بکنن و میخواستن که تاریخ سازی بکنن در حقیقت، و به خاطر همین یک سری رو همیشه در این 33 ساله‌ای که از انقلاب میگذره آوردن که به یک نوعی تاریخ سازی بخوام بکنن و یک سری حقایق تاریخی رو که در ذهن بعضی از سران جمهوری اسلامی هستش از زبان مخالفاشون بشنوم. به طور مثال من در مورد خودم که بخوام بگم، شما اگه اسم منو به فارسی گوگل بخواید بکنید، به خصوص کسایی که تو ایران هستن و سایتایی که تو ایران هستن، اسم منو که ببینید من از طریق اعترافاتم توی اینترنت مطرح میشن. بنده اینا رو نمیگن که این اعتراف کرده، میگن مازیار بهاری دانش آموخته فلان و فلان گفته که رسانه‌های غربی اینجوری هستن، نه اینکه خودشون اینو توی دهن من گذاشتن و من اینو گفتم. این شده برای اینا فکت تاریخی در حقیقت. و مسئله سومی رو که جمهوری اسلامی ایران بهش تاکید داره اینه که از طریق اعتراف گیری و کوچک کردن یک فرد که در گروهی به صورت مرجع حساب این فرد حساب میشه و شاید مثلا بقیه اعضای گروه به یک نوعی احترام بخوام بهش بذارن، میاد یک پیامی رو میده به مخالفانشون. اعتراف گیری همونجور که میدونیم در جمهوری اسلامی ایران تقریبا میشه گفتش که با آیت الله شریعت مداری شروع شد. آیت الله شریعت مداری به عنوان یکی از بزرگترین مراجع شیعه و کسی که در سال 1342 در حقیقت جون آیت الله خمینی رو نجات داده بوده و همراه چند تا مرجع دیگه، و این سنت غیر حسنه ادامه پیدا کرده که بعدش اومدن مثلا کسایی مثل آقای روحانی، گروه پیکار، مهدی هاشمی، بعد دیگه رسیدن به ادبا و روشنفکران، سعیدی سیرجانی، فرج سرکوهی، سیامک پورزن، و بعد به بلاگرها امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی و افراد دو ملیتی مثل رامین جهانبگلو، و بعدش هم رسید به ماها که به هر حال من به عنوان کسی که هم روزنامه‌نگار بودم هم مستندساز بودم، به من میگفتن توی زندان که ما به این خاطر تو رو گرفتیم که میخوایم یه پیامی بدیم به بقیه. و این سه دلیل به نظر من دلیل عمدشه که، و یک مسئله دیگه هم که به نظر من باید توجه بهش بکنیم مسئله تلویزیونه. آیت الله خمینی به عنوان یک کسی که نبوغ انقلابی در حقیقت به نظر من داشته، سیاستمدار خوبی نبود، به من میگم نبوغ انقلابی در حقیقت چیز مثبتی رو من نمیخوام در مورد ایشون بگم، ولی کسی بوده که میدونسته چجوری تحولی رو ایجاد بکنه و چجوری میتونه از رسانه استفاده بکنه. آیت الله خمینی همونجوری که شما میدونید قبل از انقلاب رو از طریق کاست و فوتوکوپی در حقیقت اداره میکرد، به هواداراش از اون طریق پیام میداده، و بعد از انقلاب ایشون و هواداراشون و حکومت جمهوری اسلامی به قدرت تلویزیون پی بردن و در درجه اول به گفته خیلی از کسایی که در قانون اساسی، در نوشتن قانون اساسی نقش داشتن، اصرار آیت الله خمینی به این بوده که تلویزیون باید دولتی بشه، و به طور احسن از نظر خودشون تونستن از تلویزیون برای اعتراف گیری استفاده کنن. من فکر میکنم که اگر تلویزیون نبود شاید دولت جمهوری اسلامی هم روی اعتراف گیری اینقدر اصرار نشون نمیده. آقای مصداقی، تجارب شما و صحبتاتون با خیلی عظیمی از زندانیای سیاسی که در ایران بودن چی میگه به شما؟ چرا جمهوری اسلامی اصرار میکنه بر ادامه اعتراف گیری؟ ببینید اگر ما بیایم جمهوری اسلامی رو مقایسه کنیم با اتحاد جماهیر شوروی، قبل اعتراف گیری در اتحاد جماهیر شوروی در دهه 30 و 40 صورت گرفته، در دوران استالین به نوعی تلاش برای تثبیت قدرت بود، برای تسخیر حزب بود، و بعد از اون ما با این موزل مواجه نیستیم. استالین تثبیت کرده قدرت خودش رو، اتحاد جماهیر شوروی قدرت رو در دست گرفته، و اتفاقا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان پیروز از جنگ بیرون اومده، اقماری رو در سطح اروپا هم داره، بنابراین نیازی نداره. چه بسا اگر نیاز بود، اگر همون شرایط بود،
به همین مسئله ادامه میدادن. اما نظام جمهوری اسلامی مادامی که به این شیوه ادامه میده، در حقیقت یک پیام هم داره که او همچنان خودش رو نیازمند میبینه به یک لحاظ، چون هنوز تثبیت نشده. شما اگر ملاحظه کنید هر سال جشن میگیرن که دیدید ما سقوط نکردیم، دیدید ما همچنان هستیم، یعنی عدم سقوط رو، عدم فروپاشی رو نشانه پیروزی میبینن و خود این پیام درش پیام ضعفه. یک بخش اینجاست، باید اینم در نظر بگیریم، قطعا اونها وقتی یک سیاستی رو ادامه میدن منافعی رو درش میبینن، چون اونها هم اتاق فکر دارن، اونها هم موضوع رو مورد بررسی قرار میدن. نظام جمهوری اسلامی یک بخشی داره که هواداران اونن، کسانی هستن که موقعی که اونها نیاز داشته باشن خیابونها رو پر میکنن، نماز جمعه رو پر میکنن یا مراسم های اونها رو، و یا کسانی هستن که در سرکوب باید از اونها استفاده کرد در جاهای مورد نیاز. بنابراین اونها نیاز دارن که اونها رو تغذیه فکری کنن، تغذیه تبلیغاتی کنن، بهشون روحیه بدن. از نظر تبلیغاتی این اعتراف ها مهمه و کارکرد داره، تاثیرگذاره. نه مثل دهه 60، لااقل روی بخشی از جامعه و روی اون بخشی که اتفاقا نظام جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و اونها رو جزء سرمایه های خودش میدونه مؤثره. و خب یه طرف قضیه است، یک طرف قضیه دیگه خود نیروهاشن، بنابراین به خاطر این ادامه میده. در مقاطعی هم این سرعت میگیره یا تشدید میشه که اتفاقا نظام با بحران مواجهه. اگر ملاحظه کنید در سالهای ابتدایی دهه 60 و بعد از جنبش سبز و بعد از موضوع دانشجوی جنبش دانشجویی در تیر 78 بعد 18 تیر، بنابراین در این مقاطع نظام با یه معضل مواجهه، به همین دلیله که به اعتراف گیری روی میاره. چرا؟ چون میخواد از طریق قربانیان، از طریق زندانیان، از طریق مخالفین حقانیت خودش رو از زبان اونها بیان بکنه و این مهر رو بزنه که ما فقط نمیگیم، بلکه مخالفینمون هم میگن. هم شما از لفظ پیام فرستادن استفاده کردید، هم آقای بهاری، ولی این با اون چیزی که در افواه هست مبنی بر بی‌خاصیت بودن این اعتراف‌ها و اینکه کسی باورشون نمی‌کنه این مقدار متفاوته. به این ترتیب واقعا این اعتراف‌ها از خاصیت نیفتادن، بیهوده نیستن؟ نه، حتما که نیستن. ببینید، من عرض کردم از زاویه نگاه جمهوری اسلامی باید دید، از زاویه نگاه مقامات که این مصاحبه ها رو میگیرن باید دید، نه از زاویه نگاه من یا شما یا اون افرادی که به اینها توجهی ندارن یا دیدگاهشون بعد از 3 دهه استفاده از این ابزار متفاوت شده. ببینید، محل یه چیزی هم اضافه کنم اتفاقا اینجا، اون چیزی که در جمهوری اسلامی استفاده کرده ربطی به فرهنگ ما لزوما نداره، یا اینکه ما فرهنگ متفاوتی از بقیه دنیا داشتیم. بله، در قدیم همه جای دنیا اینطوری بوده، در همین قرون وسطا که تنبیه میکردن بله، تحقیر میکردن، اصلا تمام مجازات هایی که در اروپا صورت گرفته اینها جنبه تحقیر درش بسیار بسیار قوی بوده در طول تاریخ. اینی که ما متفاوت از دنیا نیستیم، ولی نظام جمهوری اسلامی متفاوت از اون چیزی است که امروز در دنیاست. به این ترتیب با اون چیزی که آقای بهاری گفتن تا حدی اختلاف دارید، اختلاف نظر دارید با آقای بهاری که گفتن که این در فرهنگ ما بوده، ولی این بحث اعتراف در فرهنگ ما، تنبیه در فرهنگ ما یا توبه در فرهنگ ما رو در طول برنامه فکر میکنم بتونیم بیشتر روش مکث کنیم. اجازه بدید سوال‌ها رو بگیریم، فرصت خواهید داشت. خانم آقداشلو، من یه سوالی از شما داشتم راجب مخاطبین، داشتین راجب مخاطب این مصاحبه ها یا این اعترافات کی هستن، و داشتین میگفتین این بیشتر برای کسایی که هواداران نظام هستن و هنوز ادامه داره، ولی من یه نظر مخالفی دارم. من فکر میکنم اتفاقا این مصاحبه ها و به خصوص در حد در شرایط نمایشیشون برای کسایی هستن که لزوماً حتی ممکنه اون حرفا رو قبول هم نکنن، یعنی مشکلشون شاید از اینجا بیاد که یعنی مشکلی که براشون ایجاد میشه ترسه، و به خصوص الان شما مثلا یک لیست آوردین از کسانی که از جمله شما
تحت همچین شرایطی بودن، ولی الان به خصوص بعد از انتخابات جریان سال 88 دیدیم که خیلی از آدمای عادی، خیلی از بچه‌های دانشجو، کسایی که واقعا کسی نبودن و در خاطره ها هم متاسفانه نموندن، دوچار این شدن. و به نظر من فکر نمی‌کنین که این باعث میشه که مخاطبینشون در واقع کسایی باشن که خودشون هم احتمال اینو می‌بینن که ممکنه در اون شرایط قرار بگیرن و توی اون تلویزیون یا توی اون مصاحبه باشن؟ یعنی معتقدید که اعتراف گیری نه فقط برای کسایی که اون حرف‌های زندانیا رو باور می‌کنن، بلکه برای اون که اونهایی که حرف‌های زندانیا رو باور نمی‌کنن ولی دچار رعب میشن و این یکی از کارکردهای این اعتراف گیری است؟ چنین آقای مستقی؟ بله قطعاً هست. ببینید سیاست نظام جمهوری اسلامی در 33 سال گذشته رسماً هم گاهن مطرح کردن در تریبون هاشون النصر رو به رعب، یعنی اصلا پیروزی رو و نصرت رو در ایجاد رعب و وحشت می‌بینند. حتی شیوه هایی که برای سرکوب تظاهرات های خیابانی هم اتخاذ می‌کنند همراه با رعب و وحشته و ایجاد رعب و وحشت هدف اولی است. در مقاطع گوناگون هم از این شیوه استفاده کردن. بله این یه بخشیشه. حتی میدونید در بعد از جنبش 88 حتی این خبر که در زندان‌ها تجاوز میکنن، بله، حتی به مردها، میدونید که نظام جمهوری اسلامی خودش در اشاعه این اخبار منافعی رو داشت، چرا که تو جامعه این رعب رو ایجاد میکنه که من شاید برای جون دادنم، با توجه به فرهنگ ما، من برای جان دادن آمادگی دارم، اما برای اینکه مورد تجاوز قرار بگیرم شاید نه. و اینکه حتی برای خانواده ها این ترس ایجاد بشه، چون نظام جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به اندازه کافی بدنام هست، به اندازه کافی راجع بهش افشاگری شده، روشنگری شده، و اونها از این بابت ضرر چندانی نمی کنن، لااقل از نگاه خودشون. اینه که موردی که شما فرمودید، بله به نظر منم با این تناقضی درش هست، چون در ابتدای صحبتتون گفتید که این برای گروه خاصیه، بله، که جمهوری اسلامی بهشون نیاز داره، بله، بر اساس این چیزی که خانم آقداشلو گفت و جواب، بله، شما میتونیم بگیم که برای فراتر از اون گروه طرفدار جمهوری اسلامی هم هست، نه آقای بهاری؟ اعتراف اجباری در تلویزیون به خصوص برای جمهوری اسلامی مثل یک اسلحه است. حالا این اسلحه کاربردهای مختلف داره. یکی از اون کاربردهای این اسلحه، بله، همینی که شما میگید که ترس در جامعه ایجاد بکنه، و خودشون هم میگن به هر حال که دشمنان ما بعد از ما بترسن. این درسته. اما کارکردهای دیگه هم داره. یکی از کارکردهایی داره اینه که گروهی از خود طرفداران جمهوری اسلامی دلشون خنک میشه موقعی میبینن که یک آدمی که مثلا شیک اتکلون زده و اینا نسبت بهش حسودی دارن توی تلویزیون میارن، میبینن با یه وضعیت خیلی پژمرده اونجا نشسته، یا مثلا گروهی که مثلا مخالف اصلاح طلبا بودن میبینن که آقای ابتهی یا اطریانفر به اون صورت اومدن. باور نمیکنه این اعترافات؟ چرا، بعضیا باور میکنن، منتها قسمت‌های مختلفشو باور میکنن. حالا یکی اون ترسشو باور میکنه، یکی اون فاکتشو باور میکنه که مثلا از دهن من شنیده باشه که بله رسانه‌ها در انقلاب‌های مخملی نقش داشتن، اونو باور میکنه. و یه صحبتی هم که آقای مصداقی کردن در مورد اتاق فکر به نظر من درسته، منتها اتاق فکر جمهوری اسلامی دو تا خاصیت الان داره و در حال تغییر کردنه. یکی که اتاق فکرشون دائما داره عوض میشه، یعنی مثلا مثل کشورهای دموکراتیک و جا افتاده این نیست، اینجوری نیستش که اتاق فکر همیشه یک جوری باشه که مثلا هم محافظه‌کارا و هم لیبرالا هم دموکراتا و حتی چپیا توش باشن و این تجربه ها رو به نسل بعدی انتقال بدن. هر نسلی که میاد، هر گروهی که در وزارت اطلاعات میاد، یک کودتایی در حقیقت میکنه و یه سری تجارب رو باید از اول تکرار بکنن. یعنی مثلا شاید تجربه که در دوران آقای ری شهری شده بوده در وزارت اطلاعات توسط آقای فلاحیان دوباره بعضی از اون اشتباهات تکرار میشه در دوران یونسی و بعدش در دوران اژه‌ای. آیا به شما میرسیم آقای مرادیان؟ فقط من نکته ای در صحبت های شما هست، میخوام ببینم درست متوجه شدم که آیا منظورتون اینه که
یکی از دلایل ادامه اعترافگیری میتونه ندانم کاری باشه بر اثر نداشتن تجربه ای که دیگران باید اونطور. یکی از دلایلش همینه. مثلا من با آقای دکتر ابراهیمیان صحبت میکردم که کتابی نوشته در مورد شکنجه‌های اجباری و اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی. گفتم که اگه بخوای توی یک جمله بگی که چرا این اعترافات ادامه داره، گفتش من یک جمله لازم نیست بگم، یک لغت میگم، اونم نادانیه، نفهمیدنه، اینکه شما اصرار دارید که یک اشتباهو دائما تکرار بکنید. ولی اگر اون همه کار کرد داره اعتراف اجباری، اگر رعب ایجاد میکنه، اگر ادعی رو به حقانیت جمهوری اسلامی کماکان و میرسونه و کارکردهای دیگه داره، آیا میشه گفت واقعا ادامهش نادانیه؟ این کارکردها همشون کوتاه مدتن. یعنی روبو در جامعه برای شاید 6 ماه، 1 سال، 3 سال فعلا ما حکومت بکنیم، فعلا ترس رو ایجاد بکنیم، حالا ببینیم بعدش چی میشه. آقای مرادیان پی، ببینین الان شما اشاره کردی، هم شما که میشه گفتش که این اعترافاتی که میگیرن، این فشار و شکنجه که ایجاد میکنن روی یک عده فقط تاثیر میذاره. ببین، ولی من الان وقتی اشل رو باز میکنم، من به عنوان کسی که به اصطلاح از نسل جوانتر هستم، توی هم نسلای خودم وقتی دارم نگاه میکنم، الان من جامعه رو از دید خودم میام سه قسمت میکنم، که قسمت بالا روشنفکره که میدونه که این چیزا از رو نادانیه و هیچ سودی هم نداره، یه قسمت پایین میمونه که جیره بگیرای دولتن، که اونا مستقیما هر چی دولت بگه بدون اینکه فکر کنن قبول میکنن. این قشر وسط، اگه شما منظورتون از اون قشری که تنها به یه قشر داره تاثیر میذاره که اون قشر پایینه، پس اون قشر وسط که مردم عادی هستن که الان تو خود همینجا هستن، شما با اون چیکار میکنید؟ چون من دارم تاثیر تو رفتارهای اون قشرم میبینم، میخواستم ببینم به فرض مثال مثالی بزنم که اگر که به فرض مثال یه اکسیونی بذارم تو خود همین لندن، خیلی از همون قشر نمیان شرکت کنن، به دلیل که جناب بهاری ها اومدن اعتراف کردن علیه خودشون و اینا افکت گرفتن و میترسن. شما نظرتون در رابطه با اون چیه؟ من متاسفانه معتقد هستید که مخاطب این اعتراف گیری ها و اعتراف دهی ها فراتر از یک گروه کوچیکه، بلکه اون قشر میانه که از حالت دستاتون فهمیدم که در واقع معتقد هستید اونها اکثر جامعه هستن، اونها تاثیر میگیرن از اعتراف گیری. بله، ببینید، به نظر من اولا که من با اون دستبندی شما مخالفم که سه دسته کردید. حالا به هر، اگر ما فرض کنیم که اون دستبندی شما هم درست باشه، این تاثیر اعترافات روی هر سه دسته هستش. اون روشن فکری که حتی میدونه که فلانی اومده زیر شکنجه و فشار این حرف رو زده، حساب کار خودش رو میکنه و میگه که به هر حال من دارم زندگی میکنم، خرج زن و بچه‌مو دارم، مسافرت هم میخوام برم، بهتره که توی یه سری کارا احتیاط بکنم و حرف نزنم و بتونم زندگیمو ادامه بدم. رو اون تاثیر میزنه پس به این صورت. اون فردی هم که به قول شما مواجبش رو در حقیقت داره از دولت میگیره و طرفدار دولت به خاطر اینکه داره مواجبش رو میگیره، اونم 100% شاید اعتقاد نداشته باشه به این اعترافات و باور نکنه این اعترافات رو، شکی داشته باشه، ولی اونم باز اون مسئله ترس روش تأثیر میذاره و اون به هر حال اون قشر وسطی هم ترس هستش. منتها اگر حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت عاقلی بود و حکومتی بودش که به حقانیت خودش در حقیقت اعتقاد داشت، میمد دراز مدت فکر میکرد. فکر میکردش که من چجوری میتونم از طریق ترس حکومت بکنم و دراز مدت حکومت بکنم، یعنی که بتونم پایه های خودم رو استوار بکنم. چون ترس تا یک مدتی کار کرد داره، ولی بعدش این کار کرد از بین میره. آقای مصداقی، اشاره شد به افرادی که میشن اعتراف دهنده و اینا در نزد عده دیگه که ممکنه بیان اعتراض کنن تا حدی کم اعتبار میشن. آیا واقعا چنینه؟ اگر کسایی که معترضن هیچ کدوم این اعتراف ها رو باور ندارن، در این صورت چرا کسی که اعتراف میده باید بی اعتبار بشه؟ و آیا اصلا قبول دارید این حرف های مرادیان پیرو که عده‌ای که اعتراف میدن بی اعتبار میشن؟ ببینید، در همه این موضوعاتی که ما صحبت میکنیم میتونه اما اگرهایی باشه، بخشش درسته، بخشش نیست. من اگر گفتم که قشر اصلی که اینا مورد هدف اصلیشون روی افراد خاصی که مد نظر دارن، به این منظره نیست که ما موارد دیگر در نظر نگیریم یا صرفا روی یک موضوع
بیاییم. نه، من تصورم این نیست، برای همین موضوع تحقیر رو حتی مطرح کردم در سطح عمومی. ولی ببینید، خب طبیعیه، در همه جای دنیا، در همه فرهنگ ها، مردم مقاومت رو تقدیس میکنن، حتی روشنفکر را. ما در میدونید در همین اروپا، در فرانسه، جنرال پتن قهرمان ملی فرانسه است در جنگ جهانی اول، ولی ایشون حتی توجیه داره، میاد میگه آقا هیتلر پشت دروازه های پاریسه و تهدید میکنه که نابود میکنم، بمباران میکنم، نابود میکنم، و او مقاومت نمیکنه. فرانسه او رو نبخشید، حتی به اعدام محکوم کرد، و به خاطر صرفا به خاطر کبر سن بود که در 84 سالگی به زندان ابد محکوم شد. ببینید، ما تو جامعه خودمونم این روزها رو ملاحظه بکنید. خب خانم ستوده رو داری، نسرین ستوده بودن، بله. میبینید ایشون میسته علیرغم که فشارهای زیادی روش هست، حتی عده ای توجیه میکنن، میگن اگه او فعال حقوق بشره، اگه فعال زنانه، چرا فکر زن و بچه، فکر بچه های خودش نیست؟ در صورتی که اتفاقا کاری که نسرین ستوده میکنه ستوده نیست. از جنبه های مختلف به قضیه نگاه کنیم. ما فقط آقای عطریانفر یا ابتهی رو نداریم، یا حالا به خاطر هر ضعفی مثلا، یا فشار یا انگیزه ای که رژیم داره یا فشاری که میاره روی اینها. ما آقای تو از همون نگاه اگه بریم، آقای تایزاده هم هست، قدیانی هم هست، سحرخیز هم هست، و اینها هم در زندان، نوریزاد هم هست، اینها در زندان بودن یا بیرون، ولی همچنان از عقایدشون، از مواضعشون دفاع میکنن. اشاره شما به چیزی که در مقدمه من گفتم که قبح اعتراف ظاهرا ریخته، ولی معتقد هستید در بخش اعظم فعالین سیاسی چنین نیست؟ نه فقط در ایران، در هیچ کجای دنیا. سفر از اینکه که من چه عملی انجام میدم، شخص من یا ضعف‌های خود من، این یه مسئله است. اما مسئله اصلی اینه که در هر صورت اصالت با مقاومته، اصالت با پافشاری روی عقایده. و ببینید اینجا یه مسئله است که من بهش نقد دارم، و اون اینه که خب باشه، میریم حالا مصاحبه میکنیم، میریم یه انزجاری میدیم، به خصوص اون یا اعترافی میکنیم، به خصوص اونجایی که جنبه عمومی پیدا میکنه و فرد دارای یک منزلت اجتماعی است. ببینید این کرامت انسانی اینجا مطرحه، و خب نظام جمهوری اسلامی هم سعی میکنه اینها رو تحقیر کنه. ببینید من از گرایشات مختلف سیاسی میگم، این تو جامعه خودمونو دارم میگم. خب من میدونم، یا اینم درک کردم، اینم شنیدم، اطلاع دارم، وقتی که مثلا نظام میاد آقای حجاریان رو با اون وضعیت میاره در دادگاه که حتی نمیتونه اعترافش رو بخونه و مجبوره کسی دیگری اون اعترافات رو بخونه، خب این یه واقعیته. اما باید توجه داشته باشیم اگر حجاریان نمی اومد و اون اعتراف رو نمی خوند، قطعا یک نگاه دیگه، یه جایگاه دیگه تو تاریخ ما داشت. من این صحبت هایی که آقای مصداقی می کنن رو به طور کلی به عنوان تئوری میتونم بگم که درسته، و خیلی صحبت های رومانتیکی هم هستش که بله، انسان باید مقاومت بکنه، باید چگوارا باشه، باید پای جونش بیست، پای عقایدش بیسته و شهید بشه و به این صورت صحبت. ولی من فکر می‌کنم که این صحبت‌های آقای مصداقی می‌کنن یک مقدار الان تغییر کرده با اوایل انقلاب. اوایل انقلاب ما شهادت رو به عنوان یک در حقیقت ارزش داشتیم، یعنی مردم می‌خواستن که شهید بشن، خیلی می‌خواستن برای برن می‌رفتن جنگ هم شهید می‌شدن، و خیلی از گروه‌های سیاسی هم افراد سر عقیده‌شون با می‌سیدن. ولی الان به نظر من در جامعه ما و در دنیا به طور کلی اصل بر زندگیه، و مردم می‌خوان زندگی بکنن. حالا اون تأثیری که روی فرد می‌ذاره رو بعداً من راجع بهش صحبت می‌کنم، ولی به طور کلی میتونم بگم که این دید رمانتیکی که ما در مورد کرامت انسان و چیز داریم، این درسته و همیشه هم میمونه. یعنی مثلا بخوان در مورد کسی هم رمان بخوان بنویسن و بخوان کسی رو ازش یه فیلم هم بسازن، در مورد کسی که مقاومت میکنه چون مردم دوست دارن اون رو ببینن، ولی در زندگی عادیشون به چه صورتی؟ موقعی که شما رو میزنن و حالا شما باید یک مصاحبه بکنید یا نکنید، و به
خصوص من فکر می‌کنم ما داریم صحبت می‌کنیم در مورد دو تا آدم، دو نوع آدم مختلف داریم من و آقای مصداقی صحبت می‌کنیم. ایشون بیشتر در مورد افراد سیاسی صحبت می‌کنن که شاید اونا رو بشه گفتش که انتظار باید داشت ازشون که مقاومت بکنن، ولی من شخصا هیچ انتظاری ندارم و فکر می‌کنم که جامعه هم به طور کلی دیگه هیچ این همچین انتظاری ازشون ندارن. و افرادی هستن مثل آقای جهان بگلو، آقای معماریان، آقای فرج سرکوهی یا حالا خود من که اصلا ما از اولش نه من به چگوارا اعتقاد داشتم نه اصلا خوشم میومد از چگوارا. مبارز سیاسی نبودم. مبارز سیاسی نبودم. من داشتم مورد... کار خودمو میکردم. در این مورد سوال زیاد دارم ولی ترجیح میدم دوستان مخاطب سوالا رو بپرسن، برای اینکه نکته مهمیه این که آیا جامعه انتظار نداره از کسانی که در زندان هستن و به هر حال اتهامات سیاسی در انتظار نداره مقاومت بکنن، آیا چنینه یا نه و اون تقسیم بندی کردید. اما اجازه بدید سوال بگیریم ببینیم. فکر کنم همون یه تفکیکی شد بین کسایی که بالاخره از لحاظ سیاسی ازشون انتظار میره که مقاومت کنن و لا غیر. ولی به نظر من، شاید هم بازی نظر شخصی باشه، ولی من بیشتر با شما موافقم که سوزن سانتاگ هم میگه راجب درد آدمهای دیگه اگه آدم میخواد نظر بده باید اونو تجربه کنه و بره اونجا و ببینه و باشه. و برای همین به نظر من از لحاظ تئوریک هم به خودم اجازه نمیدم که بگم چرا مقاومت نکردم. دقیقاً. و بچه‌ها گاهی اوقات شوخی میکنن میگن اگه منو گرفتن بچه من همه رو لوم میدم و همه چیزو میگم، چیزی هم نیست و نخواهدم بود. ولی این هست که فکر کنم به طور کل به خصوص نسل جدید براشون این اتفاق هم زیادتر افتاده و برای همین شاید مقایسه تاریخی که کردین خیلی اینجا جایز نباشه، چون همونطور که گفتیم جمهوری اسلامی الان در یه شرایط خیلی خاصیه از لحاظ اعتراف گیری و فکر آقای... میکنم بله آقای مصداقی سر تکون میده. ببینید من فکر میکنم هیچ تفاوتی در عقاید مردم یا در احساسات مردم یا برداشتشون به وجود اومده باشه. این نه در ایران، من عرض کردم در سراسر دنیا همین موضوع هست. شما در ایران، من چون با ارتباطاتی که داشتم در همون قشر روزنامه نگاران موقعی که آقای حجاریان مصاحبه کردن سرخوردگی آورد، اتفاقا انتظار نداشتن و یک واقعیت. نظام جمهوری اسلامی هم میدونست که خب با اون وضعیت آقای حجاری حتی نمیتونه صحبت کنه، باید یه نفر دیگه اون صحبت ها رو بکنه. حتما دافعه داره در یک در واقع سطحی، اما تأثیراتش رو هم میفهمید. آره، ولی تأثیرات به کنار، چیزی که خانم آقداشلو گفتن ده. و نقل قول کردن از سوزان سونتاگ که منتقد و شاید بشه گفت فیلسوف و عکاس آمریکایی این بود که تا شما رنج و تعب کسی رو تجربه نکردی نمیتونی در مورد اعمال اون فرد که در عین رنج و تعب انسانی مرتکب شده نظر بدید. چه چیزی رو قبول ندارید؟ ببینید نه، ببینید یه تفاوتی در جامعه ایران به وجود خیلی ساده تر اینجوری بگیم، در شرایطی که روی این مبل نشستیم میتونیم قضاوت کنیم در مورد کسی که در اوین الان تحت فشاره و ممکنه وادار بشه به کاری؟ قطعا. ببینید من نظرم این نیستش. اولا من توضیح بدم، من در اصل من یه تجربه‌ای دارم، 10 سال زندان بودم، روی مبل تنها نشستم، درست. یعنی یه گذشته ای رو هم دارم و چیزایی رو دیدم. یعنی شما در اون موقعیتی بودید که سوزان سونتاگ میگه باید بود؟ در هر صورت لااقل کمتر از کسانی که امروز به این بلایا دوچار شدن نبودم و اصلا هم قصد دفاع از خودم نیست، من خودم ضعف‌های خیلی زیادی دارم، اصلا این نیست. به اینکه چی درسته، صرف نظر از اینکه من انجام دادم یا نه، من از جایی زنده در اومدم که خیلی زنده در نیومدن، بنابراین مثلا بس شخصی نیستست. ببینید یک مسئله اینجا باید ببینیم، یه تفاوتی ایجاد شده در نگاه مردم و جامعه و اون احساس همدردی قبل از هر چیز با قربانیه، قبلا نبوده. این یه واقعیته. اما این که اصالت با چیه فرق میکنه، من درک میکنم، من چون بودم و دیدم و درک میکنم و این رو میفهمم. منتها میخوایم وقتی که میخوام بگم چی درسته، قطعا مقاومت رو میگم. من امروز که خانم ستوده مقاومت میکنن، ایشون رو درک میکنم و تحسین میکنم. ببینید من صحبت های شما رو کامل الان گوش کردم، صحبت های
ایشون هم گوش کردم. ببینین یکی این که اولا ما روی اسما بیام کلیک بکنیم خوب نیست. بعضی موقع میشه هم منم تجربه داشتم، شما هم خیلی بیشتر از من تجربه داشتین. تجربه شما چی بوده آقای مراد؟ ببینید من چی از تجربه داشتم. وقتی که من خودم تجربه شخصیم بود که وقتی بازداشت شدم، وقتی تحت فشار و شکنجه قرار گرفتم، کی بوده بخشه؟ برای سال 88 بعد از اعتراضای بله. پس از انتخابات اونجا بله. یه موقعی من رسیدم به یه حالتی که این سوال می‌خواستم از آقای بهاری بکنم که حتما این سوال از ایشون میکنم. یه موقعی رسید که دیگه من از خودم دیگه بیخود شده بودم، نمیدونستم اصلا کی هستم. شاید باورتون نشه، حتی به زور میخواستن اسم پدر من از من بپرسن، من یادم رفت تو پدر من کی هستش. اینو تا کسی که تو موقعش قرار نگیره درک نمیکنه، ولی من اون لحظه من یادم رفت تو پدرم کی هستش. من بحثم اینه که ما اگر روی اسما کلیک بکنیم درست نیست، چون خودتون میدونید داریم در مورد یه گهواره‌ای داریم صحبت میکنیم که الان 30 و چند ساله داره جنایت میکنه. بعد اون سیستم دست رو هر کسی که بذاره دوست داره یک موقعی آقای بهاری رو بیاره ازشون اعتراف بگیره، دوست داره یه موقعی آقای نمیدونم خانم ستوده رو نیاره. ما نمیتونیم اینجا بگیم که چون اون نیامده مقاومت داره. این حرفی چون... که شما گفته 100% درسته و به نظر من اسم نبرد، نباید اسم برد از کسی، چون من خودم همبند بودم با خیلی کسایی که اعتراف کردن و نکردن و من میدونم که رو چه کسایی فشار گذاشتن و نذاشتن و این خیلی مهمه و جمهوری اسلامی ایران هم اینو میدونه و میخواد که از طریق فشار گذاشتن روی یه نفر بعضی موقع اون طرف رو بشکنه و یک پیامی بده به بقیه و بعضی موقع هم میخوان که اون طرف رو خورد کنه. چون یه مقدار حالا ما نمیدونیم چرا، چون توی خودشون این جریانات پیش اومده، یک جورایی میخوان از یک نفری انتقام بگیرن. یک مسئله که خانم آقداشلو گفتن، البته من هم موافق هستم که خیلی درگیر اسمانشی بله. ولی خیلی از کسانی که الان در زندان هستن، آقای قدیانی بله. آقای نوریزاد و آقای تاج‌زاده، اینا رو ما میدونیم که فشار شدید روشون آوردن بله. یعنی در ملاقاتشون با خانواده‌هاشون بله. گفتن بله. بنابراین نمیشه گفت که فشار بر عده‌ای که اعتراف ندادن نبوده. نه من نمیگم نبوده بوده آه. چجوری، من میگم ما نمیدونیم شرایطو. یه مسئله که خانم آقداشتو گفتن در مورد لو دادن، این خیلی مهمه توی این مسئله که مثلا فرض کنید یه کسی رو مثل آقای جهانبگلو که من باهاش مصاحبه مفصل کردم باید. که چرا مثلا این صحبت ها رو کردن، ایشون گفتش که به من میگفتن که اسم بده، من به جز هایدگر و شوپنهاور و دیگه هگل و اینا که اسم نمیدونستم و گاندی اینا رو میدادن و به منم مثلا میگفتن که مثلا من باید اعتراف بکنم، شاید من مثل پدرم که مثلا در دهه 30 زندان بودن و فعال سیاسی بودن و به قول خودش هیچ کسی رو لو نداده بود، منم اگر کسی رو میخواستن شاید لو نمیدادم، ولی من موقعی که به من گفتن که حالا بیا تو در مورد انقلابات مخملی و این مزخرفاتی که خودشون میگن صحبت کن، من خیلی راحت صحبت کردم، چون میدونستم نه من کسی رو دارم لو میدم و در حقیقت. اما اینی که آقای مصداقی میگن که به هر حال شخص رو خودش تأثیر میذاره و این آرمانگرایی که ما همه در درون خودمون داریم و اصالت رو روی مقاومت میذاریم 100% روی من تأثیر میذاره. من به خصوص بعد از این جریانات پرس تیوی هم که پیش اومده و هر از گاهی اعترافات من رو نشون میدن تلویزیون، من شخصا همیشه احساس میکنم که به من تجاوز شده بوده و دارن اینو نشون میدن دوباره توی تلویزیون و این از لحاظ روحی روی من خیلی تأثیر میذاره. با اینکه من میدونم من هیچ کار خلافی نکردم، کسی رو لو ندادم، به کسی ضربه نزدم و یک سری مزخرفاتی رو که واقعا که به من گفتن و گفتن، اما روی شخص این تأثیر. خیلی تأثیر میذاره به خاطر اون رمانتیسیسمی که در مورد مقاومت و استواری هستش. ببینید من تجربه شخصیم رو عرض میکنم، من مواردی رو دیدم که شاید دوستان هنوز نشنیده باشن. بله. در نظام جمهوری اسلامی در دهه 60 ما پدیده‌ای رو داشتیم که در هیچ کجای دیگه دنیا تا به امروز اتفاق نیفتاده، یا من نخوندم و نشنیدم. میگفتن بیا مصاحبه بکن تا اعدامت کنیم، نه اینکه آزادت کنیم ما، نه اینکه تخفیف در مجازات قائل بشیم ما. مصاحبه شرط اعدام بود. حالا شما نگاه کنید چه فشاری روی فرد هست، به چه مصیبتی دوچاره که میاد در واقع خودزنی میکنه برای اینکه زودتر از شر به اون شکنجه ها راحت بشه.
قطعاً من اگر جای هر کدوم از اونها بودم هیچ عمل بهتری انجام نمیدادم. حتماً اونها از من مقاومتر بودن. بحث من این نیست. ولی بحث من در وقتی میایم که صحبت میشه امروز قبح موضوع ریخته. نه. ببینید من دیدم ما داشتیم تو همین دوران مسئولی رو داشتیم از مجاهدین انقلاب اسلامی وقتی رفتن خونش که آقا میخوام بگیرینم خب من میام تو رسانه و اومدن در رسانه در ایرنا اسنا مصاحبه کردن و هر اون چه که اینها میخواستن رو بدون اینکه ایشون به زندان برن اومدن گفتن آقای موحدی حتما از شورای من چون این در رسانه ها هم اومده بله. و خب این یه بخش قضیه ایشون شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن آقای قدیانی هم هستن خب بتب ما این دوتا رو داریم چیکار کنیم و بحث این نیست که زندگی رو تقدیس نمی کنیم بحث این نیست که من به زندگی علاقه مندم این نیست که به دنبال مرگم مطلقا شما سوال داشتید من خواستم چون چند بار هم صحبت فرهنگ شد در زمینه های مختلف من فکر میکنم که در این 30 سال یا شاید حتی تاریخش بیشتر از این باشه ولی یک فرهنگ اصلا اعتراف در جامعه به وجود اومده یعنی شما وقتی که به دنیا میاین باید اعتراف کنین که مسلمونین نسل منو شاید بیشتر دارم میگم اگه میری خونه سابقش خیلی بیشتر از جمهوری نه ولی اگه میری خونه باید اگه خانواده سنتی داشته باشی باید اعتراف کنی به دروغ که جای دیگه بودی اگه با پسری قرار داری بازجو ببخشی پلیس بگیرتت باید اعتراف کنی به دروغ که اون پسر خالته و فهم کنم که یه خورده راحت شده این اعترافات دروغی پی در پی و به دلیل همین فرهنگ به دلیل این فرهنگ بله و حالا شاید هم ریشه یابی میشه کرد به انواع مختلف ولی فکر نمی کنین که این شاید تاثیر داشته باشه در ریختن قبح اعتراف و اعتراف گیری میتونه در هر صورت چون از جنبه‌های مختلف بخوایم به قضیه نگاه کنیم من نمیتونم بگم نه مطلقاً نه چون اولا بایستی راجع به این تحقیق بشه بلاز ببینن کارکردش روی افراد بلاز چطوریه متخصصین کارشناسا ولی قطعاً میتونه همه اینا مؤثر باشه بله. همه این موارد میتونه مؤثر باشه و عامل باشه ولی من میخوام بگم که اون چیزی که تو جامعه میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اونو و اون که چی درسته و چی رو بایستی تأیید کرد یا مورد توجه قرار داد من راجع به اونا صحبت میکنم وگرنه در این که خب شکی نیست بله البته من با آقای مصداقی اینجا مشکل پیدا میکنم چون ایشون راجع به یک تئوری و یک ارزش صحبت میکنه که در خلأ میتونه رشد کنه و ارزش داشته باشه ولی وقتی که شما اینو در جامعه میارید خب سخت این بچه‌ای هم که من یادم می‌گرفتن بعد از این جریانات بهشون میگفتن که بچه‌ها بی خودی مقاومت نکنید چون به هر حال شما باید خودتون رو حفظ بکنید و آینده این کشور رو بسازید ولی به هر حال این تأثیر خودش رو روی جامعه میذاره چون اون فردی که گرفتنش اومده یک سری اعترافات علیه خودش کرده علیه بقیه کرده به هر حال این ضربه دیده و جامعه هم بخواد در آینده بسازه ضربه دیده میسازه برای من سوالیه چون دلایل مختلف شمرده میشه برای اینکه یک کسی تن میده به اعتراف کدوم یک از اینا واقعا دلایل اصلیه آیا فشاری که وارد میاد یعنی به زبان خیلی ساده تر شکنجه روحی و جسمی آیا آگاهی بر این امر که این مصاحبه ها این اعتراف ها بیهودن پس مقاومت برای یه امر بیهوده خودش مقاومت بیهوده ایه آیا اینه که چیزی که شما گفتید که زیستن مهمه و موندن برای اینکه در مثلا مرحله بعد اگر جنبش سبز الان خوابیده مرحله بعدی حالا هر اسمی روش بذاریم من باشم و اثر بود کدومی که از اینا واقعا دلیل اصلیه ببینید نه من فعال جنبش سبز بودم و نه آدم سیاسی بودم و نه چریک بودم و هیچ کاری هم نمیخواستم بکنم ولی من به عنوان یک روزنامه‌نگار یک فیلمساز که منو گرفته بودن از من میخواستن که اسم یک سری افراد ببرم و بگم که من اینا رو با سفارتخونه های مختلف در ارتباط گذاشتم با رسانه های مختلف در ارتباط گذاشتم
و فشار زیادی هم روی من بود. من خودم شخصا تجربه خودم بخوام بگم، من تجزیه تحلیل کردم پیش خودم که اولا که من این فشار رو نمیتونم تحمل بکنم و من باید یه چیزی به اینا بگم، ولی اون چیزی که من بهشون گفتم و زیادم راضیشون نکرد یک سری چیزای کلی و در حقیقت پس اینجا اون عامل فشار هست، عامل فشار هست و بله عامل فشار هستش. و اینکه به هر حال من میدونستم این حرفایی که من میزنم در مورد انقلابات مخملی و اینکه آقای خامنه‌ای خوبه، آقای بیهوده‌ای است که کسی باور نکنه، بله آقای خامنه‌ای خوبه، نیویورک تایمز بده، میدونستم که هیچ تأثیری رو کسی نداره. من اساسا با دو تا لغتی که بخواد توی موضوع اعترافگیری و شکنجه استفاده بشه مخالفم، یکی اینکه توقع، یکی اینکه مقاومت. ببینید ما نمیتونیم از کسی توقع داشته باشیم این کارو بکنه یا نه، چون که شما ناهوشیار توی اون تو اون موقعیت شما تبدیل میشی به یه ربات، چون اول قشنگ شما رو خوردت میکنن، بعد به شما یه سری افکار رو تزریق میکنن، بعد شما می علیه خودت هم خودت رو منفجر میکنی هم دیگران رو. ولی آقای مرادی هم پی از اونجا از شما میپرسم که خودتون گفتید تجربه رو داشتید، بله. مبارزه سیاسی چه در سطح خیلی گسترده مثل راهپیمایی رفتن، بله. چه در سطح بالاتر مثل مثلا عضویت در یک سازمان سیاسی که تحت فشار هست، یک انتخاب دیگه، بله. و کسی که انتخابی میکنه، یک انتخاب حاد میکنه، شما مگر نباید انتظار داشته باشید یا توقع داشته باشید که پیامدهای اون انتخاب هم به جان بخره؟ بله 100%. ببینید یه موقعی هست، ببینید الان من بحث سر مقاومت واقعا اونجا هیچ کسی نمیتونه خودشو در، یعنی اونجا دیگه من خودم اصلا دوست نداشتم که علیه خانواده خودم اعتراف کنم، ولی این کارو کردم. من همین الانم 3 سال از اون موضوع گذشته، هنوز شاید باورتون نشه هنوز آثار اون تو ذهن من هست، چون من اونجا دیگه مثلا هیچی دست خودم نبود. شما رو توی خیابون گرفتن میتونم بپرسم؟ جان بله من رو تو خیابون گرفتن، ولی نه به خاطر جنبش سبز، به خاطر فعالیتی که خودم میکردم. اینا مشکل داشتن با فکر من و مدام چیزی که همین حرف رو از من از زبان پدر بزرگم شنیده بودم، مدام میخواستن چرا قوه بندازن توی مغز من و فکر من رو حلاجی کنن. بله شما چند سالت بود اون موقع؟ من اون موقع 24 سالم بود. آقای مستقی از یک 24 ساله‌ای که یک آرمانی داره، یک هدفی داره، من عکس اون سوالی که از آقای مرادیان پرسیدم از شما میپرسم، 24 ساله‌ای که برای بهتر زیستن میخواد فعالیت کنه، شما چقدر میتونید توقع داشته باشید؟ چقدر باید فشار رو تحمل کنه؟ ببینید من در موقع دستگیری 21 ساله بودم، بله. و برای عده‌ای نه حکم برادر بزرگتر که حکم پدر داشتم، خب بله. فقط بگم که اون دوره ای رو که من در زندان سپری کردم یا وارد زندان شدم، چه موقعیتی رو ما داشتیم یا نسل ما داشته یا اون دوران ما اثر گذروندیم. ببینید من محکوم نمی کنم کسی رو که در زیر فشار ضعفی نشون میده، چون من خودم اونو طی کردم، منم ضعفامو دارم، منم ضعف داشتم، اینطوری نیست اصلا. ولی من میگم اون چه که برای من مهمه و ارزشه اون کسی است که مقاومت میکنه. اصلا ببینید کسایی که امروز هم حتی ما میبینیم بحثی نبوده که بخوان شهید بشن، اصلا همه این کسایی که ما ازشون اعتراف داشتیم در این روزها، بحث شهادت نبوده که شما بخواید زندگی یا مرگ رو انتخاب کنید. موقعی که آقای مصداقی سال 60 دستگیر شدن، معنای مقاومت، معنای مبارزه سیاسی فرق میکرد با سال 88 که ایشون دستگیر شدن. بله کلمه دیگه ای که ما حالا که داریم تو رو کلمه تمرکز میکنیم، کلمه شهید هم من فکر میکنم ادامه همین چیزی که شما خودتون دارین نقد میکنین، یعنی کلمه مقاومت، کلمه شهید. چرا ما داریم به کسایی که مثلا در جریانات اخیر جان خودشون رو از دست دادن، فهم کنم باز این کلمه شهیدم نباید استفاده شه ازش؟ بله. نظرتون چیه؟ ببینید شهید به نظر من خب به هر حال یک معنای رمانتیک داره و توی فرهنگ ما به خصوص فرهنگ شیعی مثل فرهنگ کاتولیک یه جایگاه خاصی داره، ولی مسئله شما انتخاب مرگ و زندگی، به نظر من ما توی جنبش سبز نگاه کنیم و توی چیزی که الان داره تو سوریه اتفاق میفته، من موقعی که بعضی موقع تصاویر مبارزه مردم سوریه رو میبینم برای احقاق حق خودشون، یک مقدار میترسم، نه به خاطر خشونتی که حکومت بشار اسد داره به کار میبره، بلکه به خاطر اینکه موقعی که یک فردی برای ارزش‌های خودش
خودشو به کشتن بده، موقعی که این فرد بیاد سر کار، اون فرد دیگه برای حفظ ارزش‌های خودش، برای جون افراد دیگه هم ارزش قائل نیست. اینی که من میگم زندگی الان ارزش پیدا کرده، اینه که این شهادت در حقیقت معنای دیگه قدیمی خودش رو از دست داده در ایران. مردم شهید و مقدس نمیدونن، شهید و هنوز براش ارزش قائلن، منتها شهادت برای خودش دیگه ارزش نیست، زندگی کردن مهمه. در مورد فهمش شما، من اصلا نمیخوام کسی که مقاومت میکنه رو ذره ای از ارزشش بگیرم. من بحث صحبتم، بیس صحبتم اینه که شما یک موقعی توی جایگاهی قرار میگیری که همه چیز ناخواسته از دستت رهاست. شما الان، من دستم وقتی که به اصطلاح خواب بره، خودکار از دستم میفته. شاید نخوام این خودکار از دستم بیفته، ولی اون موقع این حس به من میگه که خودکار باید رها بشه و ممکنه تحت فشار روح و روانتون 100 درصد از کنترل خارج شه. 100 درصد دقیقاً مثل سیستما رو الان همه رو لایه بندی کنی. اجازه بدید از این بحث، از این موضوع رو اینجا تاکید کنم. ببینید اتفاقا در دنیا به این شکل نبوده. نماد گذشت، نماد عدالت در تاریخ معاصر نلسون ماندلا است. اتفاقا برعکس اون تفسیری که جناب بهاری کردن، نلسون ماندلا هم معتقد به مبارزه مسلحانه است، هم از ابزارهاش استفاده میکنه، هم به هیچ وجه کوتاه نمیاد. حتی در سال 1985 میخوان آزادش کنن، در انتخابات شرکت کنه، حاضر نمیشه در اون انتخابات شرکت کنه، حاضر نمیشه خشونت رو محکوم بکنه. اما نلسون ماندلا وقتی به قدرت میرسه، زندانبانش رو اول از همه باهاش ملاقات میکنه، او رو میبخشه. و نلسون ماندلا رو ما اونجا تجربه کردیم، ما دیدیم. پس این تئوری ها واقعی نیست، چون در عملی هست. ما در نیکاراگوه شاهد بودیم، در یک مبارزه مسلحانه اتفاقا نیکاراگوه به قدرت رسیدن، ولیکن در یک فرایند دموکراتیک حکومت رو به مخالفین دادن. نه، اینی که آقای مصداقی میگن، البته چند سال آخر نلسون ماندلا که مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشتن و با حکومت از در دیالوگ داشتن، از در مذاکره وارد شدن، ایشون راجبش صحبت میکنن. اما این مسئله دیگه که من میخواستم بگم اینه که در حال حاضر مسئله جوان ایرانی سوال کردنه، یعنی ارزش ها رو زیر سوال بردن. در سال 1360 که شما زندان رفتید، فدایان خلق به زندان رفتن، توده‌ای ها، پیکاری ها، راه کارگر، مجاهدین خلق که به زندان رفتن، همه اینا به یک چیزی اعتقاد داشتن. اما مبارز سیاسی الان فرق کرده، الان سوال مطرح میشه. منظورتون اینه که مبارز سیاسی به معنی حرفه‌ایش بودن و این فرق داره با کسی که میخواستن کشته بشن در یه راهی به یک راهی اونقدر اعتقاد داشتن که میخواستن کشته بشن. الان تمام اون راه ها مورد نقد قرار میگیرن. اتفاقا کسی در سال 60 یا در قبل از سال 60 برای شهادت مبارزه نمیکرد، برای کشته شدن مبارزه نمیکرد، اتفاقا برای دموکراسی مبارزه میکرد، برای آزادی مبارزه میکرد، برای زندگی بهتر مبارزه میکرد. یه جوان 14 ساله، 15 ساله، 16 ساله در اون موقع، فکر میکنید چقدر اونها مگه اصلا آرمان داشتن یا اصلا باور داشتن؟ ببینید، من در زندان بودم، طیف گسترده‌ای رو ما باش برخورد داشتیم، طیف بسیار عظیمی در زندان ها اومده بودن. این رو نبایستی فراموش کرد. حرف آخر من باز هم اینه، من ببینید از گرایشات مختلف گفتم، ما فرزاد کمانگر رو داشتیم، ما جعفر کاظمی رو داشتیم، علی سرامی رو داشتیم، خانم ستوده رو داریم، و از این طرف دوباره آقای تاج‌زاده و آقای سحرخیز رو و اینها رو داریم. بنابراین همه اینها رو که در کنار هم میذاریم، میبینیم از گرایشات مختلف نوع برخورد متفاوت بوده. در ضرورتا نمیشه گفت که قبح اعتراف دهی شکسته. میخواد اینو، و در دهه 60 هم به همین گونه بود. بسیار. این غلطه که فکر کنیم، این همون چیزی است که نظام جمهوری اسلامی میخواد، که هر کس که به زندان رفت قطعا میشکنه و باید بشکنه و باید اعتراف کنه، و یه شرایطی هست که هیچکی نمیتونه تحمل کنه. نه، مطمئنا اینطوری نیست. ممنونم آقای مصداقی. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، مازیار بهاری، ایرج مصداقی، تارا آقداشلو و بهمن مرادیان پی. این برنامه رو روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک آرشیو شده. شب و روز بر همه شما خوش.